این روزا که تو خونه نشستیم فرصت خیلی خوبیه برای کتاب خوندن کتاب بخونیم که یاد بگیریم کتاب بخونیم که تجربیات بهتر و بیشتری به دست بیاریم نظر چیه لنا؟ کاملا موافقم هر چیزی که در مورد نوشتم و خوندم باشه من باش موافقم اتفاقا یه کتابی خوندم به اسم کوری نوشته ی خوز ساراماگو یه چیزی بهت بگم منم من این کتاب خوندم عالیه. خیلی هم خوب بله. و میدونی که این کتاب اتفاقا داستان این کتاب یه جورایی با شرایط الان کرونایی ما مساخط پیدا میکنه این کتاب در واقع داستان یک آقایی هستش که پشت تاکسی نشسته و یه دفعه چشماش نمیبینه و کور میشه همونطور که از اسم این کتاب پیداست و وقتی به دکتر مراجعه پیدا میکنه این حالت اپیدمی داشته این بیماری و هر کسی که با این آقا در ارتباط بوده اون هم کور میشه البته کوری به اون معنایی که الان ممکنه تو ذهن ما باشه نیستش و یک نوع کوری سفیده که در داستان این کتاب متوجه میشیم که این سفیدی میخواد به ما جهل و نادانی یک نفر و بعد از اون بقیه افراد رو نشون بده اما وقتی این کتاب وقتی این آقا به چشم پزشک مراجعه میکنه چشم پزشک هم کور میشه و جالب اینجاست که تنها کسی که توی این کتاب و داستان این کتاب کور نمیشه همسر این چشم پزشک هستش آه. و خیلی جالبه و دلم میخواد بگم که منم من لو بودم که این کتاب رو خوندم البته بله. خیلی نه ولی فکر میکنم تینیجر بودم و توی این کتاب چیزی که منو خیلی جلب کرد جذب کرد این بود که این کتاب توی این کتاب ما اسمی نمیبینیم یادمه که بود خانومی که عینک داشت آقایی که درست میدید آقایی که سایه داشت و این خیلی منو جذب کرد و اتفاقا حتما باید این کتاب رو دوباره بخونم دوباره بلد. آره دوباره که این جزئیاتی که یادم رفته هم یادم بیاد درسته کتاب خیلی فوق ای بودش آره و حالا دوباره میخونمش که آره. با شعر میکنم آره حتماً. منم باید حتما دوباره برم بخونمش خیلی خب بریم سراغ خودت اه... میخوام بدونم که چند تا کتاب داری و نویسندگی رو از چه سنی شروع کردی؟ حالا جواب کدوم سال اول سا بدم اینکه این, که، <تصفح> <تصفح> این رو از که شروع کردم یا اینکه چند تا کتاب دارم بگو که چند تا کتاب داری من کتابی که چاپ کردم سه تا هستش <تصفح> ولی اینکه بخوام بگم کتاب دارم باید بگم خیلی دارم ولی چاپشون نکردم یعنی اینکه جایی نوشتیشون یا فعلا بله. من دارمشون ولی چاپشون نکردم حالا به خاطر خیلی از دل... دلیله که می خودم میدونم بعد قصد این رو داری که چاپشون بکنی خیلی خوب خیلی هم خوب کتاب نویسندگی رو از چه سنی شروع کردی باید بگم از زمانی که خوندن نوشتن یاد گرفتم منظورم اینه که اولین کتابی که نوشتی دقیقا تو چه سنی بود؟ که نوشتم خب چون زمان کودکی بود چاپ ن... یعنی چاپش نکردم چون کسی رو نداشتم بهم کمک بکنه اینا خب من خیلی کوچیک بودم یادم میاد سنم و دقیقا یادم نمیاد که مثلا چه زمانی من اون کتاب رو نوشتم ولی یادم میاد که اون کتاب رو نوشتمش حتی خودم نقاشی کردم بعد درستش کردم چون خیلی علاقه داشتم به این قضیه تا اینکه مثلا بعد از مدت ها رها کردم این کار رو فکر کردم که شاید مثلا من نمیتونم نویسنده بشم نویسندگی برای من نیستش اما اون حس همچنان همراه من بودش چقدر خوب چقدر خوب امکانش هست که اسم کتابات رو بدونیم من کتابی که چاپ کردم میتونم بگم مثلا شاید ده سال پیش بود اسم کتابش زیر درخت بیت هستش کتاب دومم و کاورش آماده شد جلدش منظورمه اسمش قلب سنگی بود ولی چاپش نکردم قلب سنگی منو یاد قلب یخی انداخت درست چون وقتی که من قلب سنگی رو نوشتم زمانی بود که سریال قلب یخی رو درست کردن یکم تو هم تو ذوق خورد ولی وقتی که قلب قلب یخی رو مثلا سریالش رو میدیدم متوجه شدم خیلی متفاوته با قلب سنگی اما بازم چون اه, کا, کاورش هم آماده, اه, آماده, شده بود اما به خاطر یه سری از دلایل دست نگه داشتم اما کتاب بعدیم و کتاب بادام تلخ بودش اه, کتاب باغ بادام تلخ <applause> اونم من نوشتم خیلی کتاب زیباییه خیلی دوستش دارم نقاشیش تموم شده کاراش تموم شده اونم منتظرم چاپ بشه در واقع باغ بادام تلخ می میشدش کتاب دومم اما okay. کتاب هوش آبی شد کتاب دومم خب خیلی هم خوب پس حالا که خودم بیننده ها گفتم که وقت داریم که کتاب بخونیم خیلی خوبه که خود من هم برم سراغ کتاباتو شروع کنم خیلی کتابات رو خوب. مرسی النا با دست پر اومدی استودیو امروز برمون چی آوردی با هوش آبی اومدم خوب هوش <تصال> <تصال> <غلی> <تصال> آبی میتونم ببینمش بله خیلی ممنون مرسی خیلی ممنون کتاب هوش آبی نوشته النا ابراهیمی خیلی خوب برامون بگو ببینم این کتاب راجع چی هستش این کتاب اولین چیزی که توش میبینید یه کلیده چه جالب اوکی خب این به این معناست که ما همه انسان ها میتونیم به عنوان مثلا به جای اینکه بخوایم مشکلاتمون رو با دعوا یا با چیزایی که اصلا نباید خیلی بد هستن حل بشه ما میتونیم با یک کلید اونا رو حلش بکنیم حالا کلیدش جوابش چیه جوابش محبت صلح دوستی وفای صمیمیت و عشق و این همه ای اینا که من گفتم تمام این کلمات قشنگی که ما داریم توی این کتاب هستش خیلی هم خوب پس حتما باید این کتاب رو و یکی اینکه این کتاب خیلی بر من مهم هستش به خاطر اینکه توی این کتاب سگ و روبا هستش سگ توی تاریخ به چی معروفه؟ وفا روباه به چی معروفه؟ مکار بودن. خب، پس این داره نشون میده که همه جا مثلا دارن میگن که هیله بده. درسته؟ بله. ولی اینجا هیله و وفا رو بذاری کناره هم شاید بشه هوش آبی. یعنی هیله هم حتی میتونه اینجا نشون بده که خوب هستش. چه جالب. خیلی هم خوب. خسته نباشی. مرسی. شما خیلی ممنون. <تصفح> ممنون. خب، این کتاب برای رده سنی خاصی نوشته شده؟ اگر آره برای چه رده من فکر میکنم این کتاب رو بهتر همه بخونن چون هوش آبی به نظر من چون در مورد صلح هستش به نظر من همه بخونن خوبه خیلی خوب حتما به روی چشم میخونیمش من با... چند تا خاطره خیلی خوبم در مورد کتابم دارم که واقعا سورپرایز شدم با, با گوش جان اه... میشنویم خاطراتتو خیلی خوشحالم من وقتی که کتابو، این کتاب رو نوشتم راستش رو بخوایم زیاد امیدوار نبودم مثلا با خودم فکر میکردم که شاید اونطور که میخوام نشه ولی خدا رو شکر منظور چیه اونطور که میخوام نشه آره یعنی چون که... بر من یه اتفاق خیلی خوبی افتاد بعد نوشتن این بله. کتاب من وقتی کتابم چاپ شد رفتم از فرشته خانم عزیز تحویل گرفتم کتاب و این کتاب رو من ترس و وحشت داشتم تا مدت ها تو صندوق عقب ماشینم تو جعبه ها بودش احساس می کردم که با خودم کلنجار می رفتم که این کتاب خوبه در حالی که این کتاب خیلی زحمت کشیده شده بود در موردش خیلی روی این کتاب کار کردم این یه کار گروهی بود این ترجمهش، نقاشیش، میخوام بگم که یه کار خیلی گروهی بود که خب اصولا کارهای گروهی خیلی زیباتر میشه خیلی درست. کاملتر هستش تا اینکه یه نفر این کار انجام بده تا اینکه یه روز تصمیم گرفتم یه دونه از جلد کتاب رو ببرم توی مدرسه دخترم من این جلد کتاب رو بردم توی مدرسه دخترم خیلی استرس داشتم خودم فکر میکردم گفتم شاید این کار کار خوبیه کار بدیه گفتم من کتاب رو هدیه میکنم به کتاب خونه مدرسه دخترم توی کانادا توی تورنتو چون تو لنگویش هستش تا زبان هستش فارسی و انگلیسی که من خودم فرصت نداشتم ترجمه کنم آقای حمید رزا سیف زحمت کشید و برام ترجمه کرد من کتاب رو اهدا کردم به مدرسه یک روز نشده یعنی در واقع فردای اون روز دختر من با یه, مت، با یه متنی اومدش خونه و اون متن به انگلیسی نوشته شده بود که من فارسیشون میگم که این کتاب فوق العاده است ما خیلی از این کتاب خوشمون اومد و ما تو مدرسه این کتاب رو خوندیم و امیدواریم که واقعا یه روزی هوش آبی ارائه بشه همه جای دنیا چون که صلح و وفا رو نشون میده به همه دنیا چه و این شد خوب. که و چه حسا یه چیز جالب دیگه هم بهتون بگم <تصفح> عذر میخوام این کتاب پنج دلار هم بر من گذاشته بودن آخه یعنی <تسج masterpiece> <تسج�> وقتی اون نامه رو بهت دادم پنج با چهز پنج دلار رو اون کتاب روی کتابو که بهم ندادن چون کتاب هدیه داده میدم رو اون نامه من نامش هم دارم و از این موضوع برای من خیلی پیش اومد من حتی توی بیفور افتر سکول تو مدرسه کار میکردم توی مدرسه کتاب آوردن خانومی بود خوندش و از من تشکر کردی خانم کانادایی بعد به من گفتش که بازم کتاب داری چون اینجا گفتن که شما بازم کتاب داری گفتم بله دارم ولی منتظرم که چاپ بشه خیلی هم خوب امیدوارم هر چه زودتر این اتفاق امیدوارم. بیفته امیدوارم النا جون ما این کتاب رو از کجا میتونیم تهیه بکنیم؟ از اکثر کتاب های تورنتو و ایران و آنلاین چه جالب بله. یعنی ایران هم این کتاب تو دسترس هستش بله این کتاب در کتابخونه ملی ایران هم هستش مجوز داره و شماره ملی داره خیلی هم خوب چیز دیگه ای میخوای راجع به این کتاب بهمون به بگی من خیلی دوست دارم از دوستان تشکر کنم که تو این را به من کمک کردن من اه از خانم مشگان جعفری سمیه رضایی فاطمه یونسی تشکر میکنم همچنین از آقایان حمید رضا شریفی و حمید رضا سیف اللایی. خیلی تشکر میکنم که در این راه به من کمک کردن خواهش میکنم خیلی خوب کتاب دیگه تو دست, دست چاپ داری یا میخوای بهمون معرفی بکنی فکر نمی که همین سوال رو بپرسید این سورپرایز هستش ولی بله خیلی هم خوب خوشحالم که توی این برنامه داری سپرایز بله. تمام بان میکنی بله. میتونیم بدونیم راجبش؟ اسم کتاب جدیدم که یک رمان هستش قهوه اجباری هستش که من دوست نداشتم که بگم خودم از خودم بگم که کتاب خیلی العاده یه من از این خوشحالم کسانی این کتاب خوندن که من قبولشون دارم و اونا خوندن و گفتن این کتاب باید چاپ بشه خیلی گفتن خوب گفتن کتاب فوق ایه و من از این خوشحالم خیلی خیلی دوست ندارم از خودم تعریف کنم. <applause> خیلی خوب نویسنده ها معمولا روح لطیفی دارن باده. یعنی تا بوده همین بوده و چیزی که ما دیدیم این بوده. شك... یکم از حال و هوای خودت برامون بگو. حال و هوای روحی تو حال و هوای دلت. خب اون که اگه بخوای حال و هوای روحی منو احساسات منو بدونی من میگم که یه روز باید بیاد با من زندگی بکنی چرا چرا من همیشه گفتم میگم که هر کسی برای کاری ساخته شده من همیشه مثلا میگفتم بابا مگه من من کیم مگه من میتونم مثلا نویسنده باشم نویسنده ها بعد روزی حتی دیگه صد صفحه کتاب بخونن مثلا من خیلی بازگوشی میکردم اما اه, کم کم شروع کردم به خوندن به نوشتن و اون حال و هوایی که من دارم واقعا یه حس و حال و هوایی که دوست دارم همه اونو تجربه کنند خیلی تجربه شیرینیه پس باید بیام باید زندگی من مثلا اه, یه آهنگی رو گوش میدم شاید یه آدم معمولی اون آهنگ فقط گوش میده رد میشه یا نهایتا حفظش میکنه که یه جا بخونه و ازش استفاده کنه ولی من آهنگو با دل و جون و با احساسات همونو گوش میدم و احساس میکنم که اون یه اتفاقی افتاده من باید برم اونو حتما جستجو کنم اونو تحقیق کنم و اونو بذارم جای خودم رو بذارم جای اون لحظه جای اون شاعر جای اون نویسنده جای اون کسی که برش اتفاق افتاده که ببینی چه حسی داشته که این کتاب و بالعکس این که و شاید خیلی ها فکر کنن که چی خواهدم می نویسه کاری نداره منم میتونم بنویسم ولی کار فوق سختیه. باید از جونت مایه بذاری کار آسونی نیست به هر حال خیلی متشکرم ازت که امروز کنم. با یه عالم از کتابای خوبت حالا هوای ما رو عوض کردی النا تو نویسنده هستی آیا این کار رو آموزش هم میدی بله صد در صد. برای نویسندگی فقط نمیشه به احساسات اکتفا کرد من کلاسای نویسندگیم رفتم تا مطمئن بشم که اون چیزی که میخوام و مینویستم درست هستش و میتونم هم نویسندگی رو آموزش بدم خیلی هم خوب خب ببینم اگر کسی بخواد نویسنده بشه بله. مثلا موسیقی که گوش میده هم آیا ارتباطی میتونه پیدا بکنه با کاری که داره انجام میده مثلا اگر کسی موسیقی آروم گوش میده میتونه بیاد نویسنده خوبی بشه یا کسی که مثلا موسیقی و موزیک شلوغ رو دوست داره یا ارتباطی نداره هر دو گروه میتونن نویسنده خوبی باشن امه. اما اینی که خیلی به نکته خوبی اشاره کردید من قهوه اجباری رو با گوش کردن به موزیک نوشتمش چه نوع موزیکی؟ من یه سری موسیقی های آقای دکتر آناتونی بودند که اینا رو میذاشتن من گوش میکردم خیلی هایی بود که آدم رو آه، آه، کام میکرد آدم رو به آدم آرامش میداد من اون موزیکو که گوش میکردم دقیقا میرفتم توی حال و هوای خاصی و میتونستم اون رمانو رو خیلی بهتر لطیف بنویسمش آها پس میتونیم بگیم ارتباط مستقیمی میتونه داشته باشه صد در صد بله خیلی هم خوب از هرچی که بگذریم حال و هوای بهار خوشتره بهار رو چجوری شروع کردی؟ بهار که عشقه <applause> با تمام مشکلاتی که داشتیم این اواخر دیگه همه میدونن دیگه چقدر ما مشکلات داشتیم طبعاً. هنوز هم ادامه داره هنوز هم رفت نشده ولی مثبت فکر میکنیم ما میتونیم ما میتونیم. <applause> به قول دخترم همیشه میگه ماما ما میتونیم یه موقع بشه چیزی میگم میگم نه من نمیتونم میگه چرا تو النا ابراهیمی هستی تو میتونی میگم که راست میگی من النا ابراهیمی هم من میتونم و بهارم واقعا با این حسی که دخترم به من هی نیرو و قوتی که به من میداد که میگفت ما، مامان شما میتونی این کار انجام بدی چون مثلا گفتم خدایا با این اتفاقا من سفره هفت سین بچینم نچینم نشین، ولی <applause> دخترم به من گفت مامان بریم بریم وسایلش رو بخریم و سفره هفت سینمون رو بچینیم پس سفره هفت سین بله بله برنامه خاصی داری برای ادامه بهارت در رابطه با نویسندگی اول میبورسا. نویسندگی که ان کتاب قهوه اجباری زودتر چاپ بشه مجوزش گرفته همه چیش آماده شده حتی توی وبسایت هم رفته امیدوارم قرار بود که قبل از ای چاپ بشه ولی یکم ویرایشش طول کشید خودم خود من چند دفعه مجبور شدم ویرایش ویرایش کنم و اشکالش بیشتر غلط های املایی بود به خاطر تایپ بودش نه به خاطر من و okay. گرامرش اینا اون مثلا حل شد و میخوام کتاب بادام تلخ هم چاپ کنم اونم کتاب فوق العاده باغ بادام تلخ باغ بادام بله. تلخ اون رو هم آماده داری فقط. من آماده دارم اونم دو تا زبان هستش مثل گوش آبی که دو تا زبان هست فارسی و انگلیسی بادام تلخ هم باغ بادام تلخ هم زبان هستش و خیلی دوست دارم قهوه اجباری رو اگه بشه دو تا زبان باشه چون قهوه اجباری کتابیه که داستانو از من داستانو کانادایی نوشتمش فارسی هستش ولی داستان برای خانواده کانادایی هستش در مورد خانواده کانادایی بله. هستش خیلی هم خوب امیدوارم که هرچه زودتر کتابایی که گفتی چاپ بشه و ما هم بتونیم ازش استفاده بکنیم روزهای بهاری خیلی قشنگی رو براتون آرزو میکنم کتاب خوندن فراموش نشه ایام به کام حال دلتون سبز سبز